فدایان حریم ولایت در اصفهان و آغاز پنجمین رزمایش اقتدار هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با محوریت پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان. در یک بسعت 400 هزار کیلومتر مربعی به عنوان منطقه تحرک رزمایش و در منطقه عمومی اصفهان و نائین و در منطقه میدان تمرین جنگ الکترونیک هوا به زمین نیروی هوایی در انارک به عنوان منطقه هدف با وسعت 7000 کیلومتر مربع در دو روز اصلی عملیاتی در واقع در 14 و 15 شهریور ماه انجام خواهد شد. در این رزمایش پایگاه‌های هوایی شمال، شمال غرب، جنوب، جنوب غرب و سه پایگاه هوایی مرکزی ما در این رزمایش شرکت دارند. در این رزمایش هواپیماهای F4، F5، F14، F7، سوخوی 24، میگ 29، C-130، هواپیماهای سوخت‌رسان، جت استار، فالکون، هواپیماهای بوئینگ 707 و 747، صاعقه و انواع هواپیماهای بدون سرنشین به کار گرفته شده است. بحث اصلی ما در این رزمایش بحث جنگ‌های الکترونیکی هست، بحث ایجاد عملیات غیر وابسته هست. اهدافی که در این رزمایش ما مورد حسابات قرار میدیم برگرفته از اهداف اصلی ما به صورت ماکت با سایت های متفاوت هست. در این رزمایش عقابان تیز پرواز و خلبانان شجاع ما وسایلی رو که توسط کارکنان زحمتکش فنی ما هم آماده پرواز شدن هم مسلح شدن به انواع مهمات، موشک ها و راکت های مختلف رو به پرواز در میارن. این پرنده های تیز پرواز مدافع حریم ولایت در امن‌ترین آسمان غرب آسیا اوج خواهند گرفت و اقتدار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت. مهدی سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان، منطقه عمومی رزمایش فدایان حریم ولایت. رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت صبح امروز با پرواز جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب علیه السلام. جنگنده های سوخو 24، F14، F5، F7، F4 و صاعقه از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان به سمت منطقه عملیاتی انارک نائین به پرواز در آمدند. امروز صبح ما برنامه تمرین رزمایش رو داشتیم که اون هم الحمدلله بدون کوچکترین مشکلی انجام شد. از تسهیلات مشقی استفاده شد که تمرینی شد برای تیزپروازان شجاع ما. هواپیماها و تجهیزات شرکت کننده در رزمایش به دو قسمت تجهیزات پرنده و زمینی تقسیم میشن. در بحث تجهیزات زمینی ما از رادارهای اختصاصی نیروی هوایی ویژه جنگ‌های الکترونیک بهره می‌گیریم. در کنار این پرنده‌های آهنی، انواع هواپیماهای ترابری سنگین و نیمه سنگین و سوخت‌رسان هم در این رزمایش شرکت دارند. مهماتی که در این رزمایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مهماتی هستند که توسط دانشمندها و مخترعین و مبتکرین ما بهینه‌سازی شدند. این رزمایش در سه موج شناسایی اهداف، اصابت اهداف و پدافند غیر عامل برگزار می شود. همه چی آن تایم، استپ بای استپ، نقطه به نقطه تمام مسائل رعایت شد و میت شد اهداف و اهداف از پیش تعیین شده همه راهگیری و اینترسپت شد. فردا و در روز دوم رزمایش جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش اهداف از پیش تعیین شده را با سلاح‌های واقعی هدف قرار میدن. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. اما گفتگو میکنم با سخنگوی رزمایش هوایی در اصفهان، امیر سرتیب. خلبان روز خوش. سلام. رزمایش ها برای تمرین دانسته ها در عمل و همچنین آزمایش و نمایش توانمندی های جدید برگزار میشه. بفرمایید در پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی چه تازه هایی رو در زمینه آفند هوایی و همینطور دفاع هوایی ارائه کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر خانم صادقزاده و بینندگان نیمروزی خبر، همونطوری که میدونید رزمایش ما از دیروز با گسترش نیروها، توجیهات اولیه
بهره برداری های اطلاعاتی و استقرار نیروهامون در محل رزمایی شروع شد و همونطوری که شاهد هستین هواپیماهای شکاری رهگیر و هواپیمای بمب‌افکن ما از دیگر نقاط و دیگر پایگاه های نیروی هوایی به این منطقه گسترش پیدا کردند. امروز ما مرحله دوم رزمایش رو داشتیم، یعنی تمرینی برای مرحله اصلی و استفاده از مهمات جنگی بود. در جواب سوال حضرت عالی باید اعلام بکنم که دستاوردهایی رو که ما در این رزمایش انشالله در مرحله پایانی به دست خواهیم آورد، در مرحله اول در بحث ارتقای توان عملیاتی و توان رزم هستش. ما امروز با ایجاد یک صحنه واقعی، با انهدام اهداف زمینی و اهداف هوایی پی میبریم که در جنگ‌های مدرن امروزی چه مشخصه‌هایی وجود داره، اونها رو نقاط قوتی که در نیروی هوایی ما هست در مقابله با اونها انشالله افزایش میدیم. ما بحث رزم هوایی رو داریم، بحث اخلالگرها رو داریم، جنگ الکترونیک رو داریم که برای مبارزه و ضد جنگ الکترونیک خودمون رو آماده می‌کنیم، در این رزمایش این رو نمایش میدیم و انشالله تمرین میکنیم. در بحث ضد جنگ الکترونیک باز این مرحله در امروز انجام شده، تمرین شده و انشالله در پایان رزمایش تمام اینها رو و مجموعی از اینها رو در توجیه ثانویه انشالله رصد میکنیم. عکس هایی که از منطقه رزمایش گرفته میشه، نوع انهدام اهداف که انشالله ما در فردا خواهیم داشت، اینها رو توجیهات اطلاعاتی کنار اون میگذاریم و نهایتاً بهره برداری لازم و اهداف و هدفی رو که دنبال میکنیم در خصوص ارتقای توان رزم و همتاسازی در خلبانان جوانمون انشالله اونها رو به کار میگیریم تا در شرایط واقعی انشالله بتونیم و استفاده بکنیم. بسیار سپاسگزارم امیر سرتیب، خلبان روز خوش. ممنون.